طغرا از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری شگفت زده شدم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. طغرا از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری شگفت زده شدم. یونس طغرا عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید که از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شگفت زده شده است. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری دو روز پیش سه‌شنبه 29 دلوه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد که بر مبنای آن رئیس جمهور غنی برای بار دوم برنده انتخابات شده است. آقای طغرا کمیسیون مستقل انتخابات را به نادیده گرفتن فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی متهم می سازد و می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به تایید کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اعلام کرده است. برای من این یک سورپرایز بود. از تلویزیون دیدم که اعضای محترم کمیسیون انتخابات نشسته بودند و نتایج نهایی را اعلام می کردند و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. یونس طغرا میگوید که اگر فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نادیده گرفته شود، بهتر است که دروازه های این نهاد بسته شوند. تصامیم ما واضح بود و شرحش را هم فرستاده بودیم به امضای رئیس کمیسیون، بعد به امضای معاون کمیسیون، ولی به شکل درست تطبیق نشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کارش را به گونه درست و بر بنیاد قانون انجام داده است. میرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میان داشت هم وجود ندارد. وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را اعلام میکند که باید نهادهای ناظر و کمیسیون شکایات و احزاب سیاسی خبر شوند. همزمان با این شماره از نمایندگان انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را میگویند که آن را نمیپذیرند. احمد ولی مسعود یکی از نمایندگان انتخابات ریاست جمهوری گفت: من مطمئن هستم که مردم افغانستان این کار نمیبخشند و نتایجشان قابل قبول مردم افغانستان است و نه اعتبار نامهشان. کمیسیون مستقل انتخابات در حال به اعلام عجولانه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری متهم می شود که محمد حنیف دانشار یک عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه دوشنبه یک روز پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات متلونیوز گفت که 3 تا 4 روز نیاز است تا این نتیجه اعلام شود. در انتروال 3 الی 4 روز دیگر ما نتیجه نهایی انتخابات را اعلام میکنیم. نعیم ازغری عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز میگوید که روند انتخابات زیر تاثیر سیاست رفته است. انتخابات همیشه متضرر از پروسه سیاسی بوده و این انتخابات هم به شک آری از مداخلات سیاسی نیست. با این هم یونس طغرا میگوید که اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخابات کار کرده کمیسیون مستقل انتخابات ناخوشنود هستند، اما این عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که نخواستند با موقف گیری در برابر کار کمیسیون انتخابات کشور به بحران برود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاعات ویدیوهای دیگر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.